صندوق پست. نویسنده جلیل محمد قلی‌زاده. مترجم کریم کشاورز. تهیه شده در استدیو بامداد، مؤسسه فرهنگی هنری بامداد امید سبا. روز 12 نوامبر بود و هوا خیلی سرد، اما هنوز اثری از برف دیده نمی شد. آخرین باری که حکیم از زوجه بیمار خان عیادت کرد، گفت که حال مریض دیگر خوب است و پس از 1 هفته می تواند بیرون برود. خان بسیار عجله داشت به ایروان حرکت کند، چون در آنجا کارهای لازمی در انتظارش بود. به اضافه می ترسید برف ببارد و هوا سردتر شود و مسافرت برای بیمار دشوارتر، بلکه محال گردد. خان قلم برداشت و نامه‌ای بدین مضمون به جعفر آقا، دوست ایروانی خود، نوشت. عزیزم، امیدوارم پس از 1 هفته با زن و بچه به ایروان بیایم. این است که از جناب شما خیلی خواهشمندم امر فرمایی اتاق ما را فرش کنند و البته بخاری ها را آتش کنند که هوای اتاق ها پیش از وقت گرم و تمیز شود، تا از این جهت برای بیمار ناراحتی پیش نیاید. جواب این کاغذ را به من تلگراف بزن. کارهایی را که گفته بودی رو به راه کردم. خدا نگهدار. مخلصت ولی خان. 12 نوامبر. خان کاغذ را تا کرد و در پاکت گذاشت و روی پاکت را نوشت و تم چسباند و خواست نوکرش را صدا کند تا نامه را به پست برساند، که به یاد آورد نوکر را پی کار دیگری فرستاده است. در آن موقع در خانه را زدند و خان رفت و دید که نوروزعلی یکی از رعیت‌های ده ایتقاپان خودش است. این شخص از مدت پیش به خانه خان آمد و شد می کرد و هر بار که می آمد محال بود که آردی، رشتهی، عسل یا کرهی چیزی نیاورد. این سفر هم نوروزعلی دست خالی نیامده بود، زیرا که به محض دیدن خان چوب دستیش را کنار در گذاشت و مشغول گشودن لنگه دیگر در شد و آنگاه الاغی را با بار هش هش گویان به درون حیاط راند و از سر بار 3-4 تا جوجه برداشت و زمین گذاشت و بار را باز کرد و جوالهای پر را به زمین افکند و بعد رو به خان کرد و دوباره خم و راست شد و سلام کرد. سلام علیکم خان. نوروزعلی، آخر چرا باز زحمت کشیدی؟ نوروزعلی ضمن گشودن تناب جوالها پاسخ داد: خان، این چه فرمایشیست؟ تا اوم دارم غلامتم. نوروزعلی این سخنان را می گفت و گرد و غبار از صورت پاک می کرد. در این هنگام خان فکر کرد نامه ای را که نوشته است به نوروزعلی بدهد تا برود به پست بیاندازد. چون 1 ساعت از ظهر گذشته بود و وقت پست می‌گذشت، خان رو به مهمان کرده و گفت: نوروزعلی، پستخانه را بلدی؟ آی خان، من آدمی دهاتیم، پستخانه چی می‌دانم چیه؟ عجب، دیوانخانه نچرنیک را که بلدی؟ بله خان، دورت بگردم بلدم، چرا بلد نباشم؟ هفته پیش آمده بودم پیش نچرنیک شکایت کنم. خان، به سر تو قسم، کت خدا خیلی اذیتمان میکن. اصلا مثل اینکه این کت خدای ده ما از جنس و طایفه دیگریست، چشم ندارد ما را ببینه. هفته پیش تو گوساله هم گم شده بود، رفتم گوساله ها را. این حرف ها را بد میزنی، گوش کن ببین چه میگویم. روبروی دیوان خانه نچرنیک یک عمارت سنگی بزرگ است. جلوی آن عمارت صندوقی به دیوار کوبیده. آن قوطی صندوق پست است. یک دریچه باریک و دراز دارد. این کاغذ را از ساعه میبری، در آن صندوق را بلند میکنی، کاغذ را میاندازی توی صندوق، دریچه را میبندی و زود میایی. نوروزعلی هر دو دست را گشود و به طرف خان دراز کرد و ترسان و لرزان کاغذ را گرفت و اول کمی به کاغذ و بعد به خود خان نگاه کرد و به سمت دیوار رفت و خم شد و خواست کاغذ را پای دیوار بگذارد. خان به صدای بلند گفت: آنجا نگذار، کثیف می شود، زود برو بینداز توی صندوق و بیا. خان، دورت بگردم،
بگذار سر الاغ توبره بزنم، حیوان از گرسنه نماند، از راه رسیده خسته شده. نه نه، هیچ عیبی ندارد، وقت کاغذ میگذرد، توبره را بعد سر الاغ میزنی. پس بگذار پاهایش را ببندم، فلا میرود و درخت ها را میخورد. نه نه، هیچ عیبی ندارد، بودو برو کاغذ را بینداز و بیا. نوروزعلی کاغذ را یواشکی گذاشت توی جیب بغلش و باز گفت: خان، دردت به جانم، این خروس ها اینجا ماندن، حیوانن، کاش میگذاشی پاهایشان را وا کنم و کمی دانه برایشان بریزم، دانه هم آوردم. نوروزعلی دست به جیب کرد تا دانه بیرون بیاورد. خان بانگ زد: نه نه، حالا بماند، بودو کاغذ را بینداز پست. نوروزعلی چماغش را برداشت و مثل بچه ها شروع کرد به دویدن. بعد مطلبی یادش آمد و برگشت و رو به خان کرده گفت: خان قربانت برم، توی دستمال تو مرغ است، مواظب باش، والا الاغ رحم میکند، تخم مرغا را میشکند. پر حرف نزن، بودو برو کاغذ را بینداز، وقت میگذرد. نوروزعلی خواست برود که خان از پشت سر صدایش کرد: نوروزعلی، مبادا کاغذ را به دیگری بدهی، به هیچ کس نده، به هیچ کس نشان نده، زود بینداز توی قوطی و برگرد. چرا؟ من که بچه نیستم کاغذ را به دیگری بدم، آنقدرم مرا خام ندان، خود نچرنیکم نمیتواند کاغذ را از دستم بگیرد. نوروزعلی این سخنان را گفت و از چشم ناپدید شد. خان برگشت به اتاق و رو به زنش کرد و با مهربانی گفت: حالا دیگر عزیزم حاضر باش، به ایروان کاغذ نوشتم که اتاقها را مهیا کند، حالا دیگر میتوانیم برویم. ماشالله حالت خوب شده، حکیم خودش گفته که تغییر آب و هوا برایت خیلی واجب است. خان مجدداً اندکی درباره سفر با زنش صحبت کرد و بعد نوکر آمد و به خان گفت: خان، این الاغ مال کیست؟ این چیزها را کی آورده؟ پسران چیزها را جا به جا کن، نوروزعلی ایتقاپانی برای من سوغات آورده. نوکر جوجه ها و تخم مرغ ها را برد به آشپزخانه و الاغ را راند و چپاند توی طویله. بعد برگشت و در یکی از جوالهای آرد را باز کرد و اندکی آرد برداشت و آورد و جلوی خان نگاه داشت و گفت: خان، خیلی آرد خوبیست. خان پس از دیدن آرد به نوکر امر کرد نهار بکشد و بیاورد. صرف نهار 2 ساعت طول کشید. پس از نهار خان کاغذی را که به نوروزعلی داده بود تا به پستخانه برساند به یاد آورد. خان نوکر را صدا کرد و از او پرسید و نوکر جواب داد که هنوز مرد روستایی از پستخانه بر نگشته است. خان از اینکه نوروزعلی اینقدر دیر کرده متعجب شد و فکر کرد که شاید کاغذ را توی صندوق پست انداخته به بازار رفته است نان و پنیری بخرد و بخورد، یا اینکه خریدی کاری داشته انجام دهد. 1 ساعت دیگر هم گذشت و نوروزعلی نیامد. خان نوکرش را صدا کرد و گفت به طرف پستخانه برود و ببیند نوروزعلی کجا گیر کرده، چه چیز باعث دیر آمدنش شده است. هنوز 1/2 ساعت نگذشته بود که نوکر برگشت و گفت که مرد دهاتی را ندیده است. خان روی بالکن رفت و سیگاری آتش زد و مشغول قدم زدن شد و یقین کرد که بلایی به سر نوروزعلی آمده است که اینقدر دیر کرده. در این فکر بود که سرجوخه پلیس کنار در خانه ایستاد و چون خان را دید گفت: خان، رئیس پلیس فرموده است بیایید به اداره از دهاتی خودتان ضمانت کنید و الا اگر ضامن نداشته باشد میفرستنش به زندان عمومی. خان چنان از این سخنان متعجب شد که زل به روی سرجوخه نگاه کرد و مات ماند و نمیدانست چه بگوید و سرانجام گفت: پسر جان، آن دهاتی آدم بیچاره است، چه کار کرده که رئیس پلیس گرفته نگهش داشته؟ من دیگر چیزی نمیدانم، خودت به اداره پلیس بیایی بهتر است، فلا مردک بیچاره است، آدم دلش به حالش میسوزد. خان از این ماجرا چیزی به زنش نگفت که ناراحت شود.
لباس پوشید و رفت به اداره پلیس و اول از پنجره توی دوستاخانه را نگاه کرد. دید که نوروزعلی بینوا با چند تا زندانی دیگر گوشه ای نشسته مثل بچه ها گریه می کند و اشک چشم را با دامن چوخا پاک می کند. خان ماجرای نوروزعلی را از رئیس پلیس شنید و زامنش شد و مرد روستایی را پشت سر خود انداخت و به خانه آورد. نوروزعلی به محض ورود به حیات خانه گریه آغاز کرد و توبره کاه را زد به سر الاغ و پای دیوار چنباتمه نشست. خان وارد خانه شد و سیگاری آتش زد و سر بالکن رفت و نوروزعلی را نزد خود خواند و گفت نوروزعلی، حالا احوالات را نقل کن. حکایتت خیلی شیرین است، باید توی کتاب نوشت. نقل کن، مفصل هم نقل کن، یعنی هر چه واقع شده یک به یک بگو و شروع کن از وقتی که کاغذ را از اینجا گرفتی به پستخانه ببری تا زمانی که توی دوستاخانه افتادی. نوروزعلی به پا خواست و نزدیک خان رفت و اشک چشم را با دامن چوخا پاک کرد و چنین آغاز کرد: خان، قربان سرت بروم، مرا دور سر بچه هایت بگردان و صدقه سر آنها کن و ببخش. گناهی ندارم، آدمیم دهاتی، چه میدانم کاغذ چیز، قوطی چیز، پست چیز. دورت بگردم خان، مرا صدقه سر آن بچه های مثل گلت کن، هیچ ضرری نداره. اگر نمردم سالم ماندم خدمت میکنم، تلافی میکنم. غلطی بود که کردم، چی میشود کرد، حالا چیزی از شده. اینها همه کار خداست، بایستی اینجور بشود. تو عمر دارم نوکرتم. نوروزعلی پس از گفتن این سخنان اندکی به خان نزدیکتر شد و خواست پای او را ببوسد. نوروزعلی، قصه نخور، مگر من به تو چه گفتم؟ تو چه بدی به من کردی که ببخشمت؟ خان، قربانت برم، بدی دیگر از این بیشتر چه می شود؟ کاغذ را از دست دادم، آن تخم کافر گذاشت توی جیبش و راه افتاد و رفت. کی کاغذ را گذاشت توی جیبش؟ آن روس تخم کافر دیگر. کجا رفت؟ رفت آنجا، یک عمارت سنگی بود، همان که قوطی به درک زده بودم، رفت آن تو. پس تو کاغذ را توی صندوق نینداختی؟ چطور نینداختم؟ همین که کاغذ را توی قوطی انداختم، آن تخم کافر آمد و نمیدانم چجوری در قوطی را باز کرد و کاغذ را برداشت و برد. ببینم، توی قوطی به غیر از کاغذی که تو انداخته بودی کاغذ دیگری نبود؟ چطور نبود؟ خیلی هم بود، همه آنها را هم جمع کرد و برد. نه نوروزعلی نه، باید ماجرا را به تمام نقل کنی، از اول تا آخر، چطور کاغذ را بردی، چطور توی قوطی انداختی و سر چه با روسه دعوایت شد. خان دورت بگردم، من کاغذ را از اینجا بردم و رفتم و رسیدم نزدیک دیوانخانه نچرنیک، آن عمارت سنگی را که تو نشانی داده بودی پیدا کردم. رفتم و جلوی قوطی ایستادم، خواستم کاغذ را بیاندازم توی قوطی. یه خورده به کاغذ نگاه کردم، یه خورده به قوطی. راستش را بخواهی از غضب تو ترسیدم، راستی نمیدانستم بیاندازم یا نیاندازم. چون یادم رفته بود از تو بپرسم که بعد از انداختن کاغذ همانجا پایش بمانم و یا راه بیفتم و برگردم خانه. فکر کردم اگر کاغذ را بیاندازم توی قوطی و بعد کنارش بیستم تا چه وقت بیستم؟ آخر تصدقت برمم خان، خودت دیدی که الاغ را گرسنه گذاشتم و رفتم، جوجه های زبان بسته را همانطور پا بسته ول کردم و رفتم. یه خورده آرد آورده بودم، هنوز هم اینجا مانده است. خان دورت بگردم، بگذار نوکر همین حالا بیاید و جوال ها را برداریم بریم توی خانه، بارا مارا میآید و آرد خیس می شود. نه نوروزعلی، کارت نباشد، بگو بعد چه شد؟ کاغذ را نینداختم، در قوطی را بستم،
رفتم آن کنار ایستادم. اول خواستم برگردم و بیایم از تو بپرسم، ولی بعد راستش را بخواهی از غضبت ترسیدم. گفتم حالا فکر میکنی نوروزعلی آدم حیوانیست، خیلی آدم خریست. قرص پای دیوار نشستم که یه خورده خستگی چاق کنم. یک مرتبه دیدم یه بچه ارمنی همچین با این قد و قواره، همچین 12-13 ساله، آمد و راست رفت پیش قوطی. درش را وا کرد و کاغذی مثل همان کاغذ که تو به من داده بودی انداخت توی قوطی و درش را بست و راهش را گرفت و رفت. هر قد بی‌مروت را صدا کردم بپرسم ببینم پس حالا که کاغذ را انداخته کجا می رود. نمیدانم زبانم را نفهمی چه بود که هیچ جوابم نداد. تخم ظالم حتی نگاه هم نکرد. همین که آن بچه ارمنی دور شد، یه زنک روز تند و تند آمد پهلوی قوطی کاغذی انداخت و رفت. آن وقت من کمی دل پیدا کردم و خودم گفتم همچین معلوم از کاغذهایی که توی قوطی می اندازن باید همان تو بمانن. به قدری دل پیدا کردم که بسم الله گفتم، با جرأت رفتم و در قوطی را وا کردم. کاغذ را انداختم توش و خواستم برگردم و خدمت برسم. همچین به قدر از اینجا تا آنجا از قوطی دور شده بودم که آن روسه آمد به طرف قوطی. من اول فکر کردم که او هم میخواهد کاغذی توی قوطی بیاندازد، اما دیدم که خیر، حقباز خیال دیگری دارد. همین که پهلوی قوطی رسید دست راستش رو انداخت توی قوطی. فوراً فهمیدم که حریف میخواهد کاغذها را بدزدد. خان خیلی سرت را درد آوردم، مرا ببخش. به پسر بگو بیاید راه هم بیاندازد، بی وقت است، به ده نمیرسم. هی بابا، مگر حالا میگذارم برویده؟ بگو ببینم بعد چه شد. بله، دیدم حریف بیرو در بایستی و خجالت یواشکی کاغذ ها را از توی قوطی درآورد، دسته کرد و زد زیر بغلش. بعد در قوطی را بست و خواست راه بیفتد. من زودی دویدم و بازوی روسه را چسبیدم و نگذاشتم بروم. گفتم یارو، کاغذها را کجا میبری؟ مردم کاغذها را برای خاطر تو توی قوطی نینداختن. بی حرف و دعوا خودت کاغذهای مردم را سر جایش بگذار. گفتم هنوز نوروز علی نمرده که تو کاغذ اربابش را ببری؟ این کارها خوب نیست، آدم نباید به مال غیر طمع کند. مگر در شریعت شما دزدی گناه نیست؟ خان تصدق سر بچه هایت کن، مرخصم کن بگذار بروم، بی وقت است، هوا دارد تاریک می شود. حالا عجله نکن، می روی. خب بچه شد؟ صبر کن ببینم کجا رسیده بودم. اوهای پسر، نگذار نگذار، الاغ تنگ را می شکند. نوروزعلی خواست بدود و پیش الاغش برود، خان نگذاشت. ببینم کجا رسیده بودم. هر قد خواهش کردم، اصرار کردم، گفتم خان میکشدم. باری گفتم کاغذ خان مرا پس بده، گفت نه الا که نمیدم. دیدم حریف میخواهد بگذارد و بگریزد، والله جوشی شدم. با دو دست شانهای آن کافر لامذهب را گرفتم و چنان انداختم که با صورت به زمین خورد، از دهانش خون آمد. بعد از دیوانخانه نچرنیک ریختن سر منو، کتک زنان بردندم و چپاندندم توی دوستاخانه. خان تصدق قدمت بشود، اگر تو نمی بودی حالا خیلی وقت بود که مرا به سیبیر فرستاده بودن. چون توی دوستاخانه چند نفر دوستاقی بودند و گفتن که آن روزه آدم دولت بود و تا من حالا من چه کنم؟ خان دورت بگردم، بگو ببینم گناه از کیست؟ خان مدتی قاه قاه میخندید. هوا تاریک شده بود. نوروز علی گرسنه و خسته جوالهای خالی آرد را روی الاغ گرسنه افکند و حیوان را پیش انداخت و با ترکه میزدش و به راه ده میرفت. سه روز بعد تلگرافی از ایروان به خان رسید که کاغذت واصل، اتاقها حاضر است. خان ساز سفر آماده کرد و به ایروان رفت.
یک ماه و نیم بعد نوروز علی را به دیوانخانه بردند و به اتهام توهین به مستخدم دولت 3 ماه حبس برایش بریدند. اما نوروز علی گناه را به گردن نگرفت. 3 ماه گذشت و تازه خبر در ایروان به خان رسید. خان پس از شنیدن خبر اندکی اندیشید. کارگردان شیما صادقی، صدا پیشگان حامد عابدی، نوروزعلی سرسوخه پلیس، علی افضل خان نوکر، شیما صادقی راوی. موسیقی و میکس علی افضل. موسیقی تیتراژ ترانه آذربایجان از رشید بهبودوف، تهیه شده در استدیو بامداد مؤسسه فرهنگی هنری بامداد امید صبا.